سلام دوستان عزیز زیا احمد کاوشگر هستم با یک ویدیو جدید موضوع این ویدیو ما در مورد تحصیلات عالی در کشور پولند است دوستان عزیز ثبت نام دانشگاه های کشور پولند از چند به ایسو آغاز شده اگر میخواین در مورد شرایط پذیرش اسناد مدارک لازم فیس دانشگاه ها در مورد ویزا در مورد ویزی همراه آیا کسایی که متحل هستند و اولاد دارند آیا می دارن برای خود و خانم خود ویزا بگیرن و در مورد کار امکانات کاری آیا در کشور پولند زمانی که شما تحصیل بکنین فراهم است کدام کارا را میتونین کرده بعد از ختم تحصیل آیا امکان ماندن در این کشور وجود داره و همچنان در, در قسمت آخر موضوعی که آیا ما به شما همکاری کرده میتونیم و چی کمک ما به شما کرده میتونیم در قسمت پذیرشش در قسمت گرفتن ویزا در این مورد اگر میخواین بیشتر معلومات حاصل کنین ویدیو را ادامه ببینین قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازم دوستان عزیز از شما دوستایی که تا هنوز سبسکرایب نشدین تقاضا میکنم که کانال سبسکرایب شوین دکمه زنگوله را هم فشار بدین و همچنان اگر ویدیو مفید بود ویدیو را لایک خب دوستا در ابتدا در مورد کشور پولند کمی بفهمیم بهتر است کشور پولند یکی از کشورهای مرکزی اروپا است واحد پولی ازی زواتی است و این کشور یکی از بهترین مقصد برای گردشگران بین المللی است و دلیلی که در این کشور جنگ دوم جهانی در این قسمت بیشتر دوام کرده بود و یک تعداد بسیار زیاد یهودا در این منطقه به قتل رسیده از جنگ دوم جهانی و همچنان به دلیل که هزینه های زندگی در کشور پایین است مقصد بهتر برای گردشگرای خارجی, خارجی به خصوص به خود اروپا یا این کشور است در مورد پذیرش دانشگاه های کشور پولند باید بگویم که شرایطش برای دانشجویان بین المللی خیلی راحت است شاید یکان کشور باشه در سطح دنیا که اگر شما نمره تافل آیلز جوری گمت اس ای نداشته باشین شما را پذیرش میده و یعنی در قسمت جای تشویش نیست شما میتونید که به یک دانشگاه اپلای بکنین و قبولی بگیرین در صورتی که شما آیل سافل جیوری نداشته باشین اما اگر شما برای کشور دیگه مثلا جرمنی یا ایتالیا اپلای بکنین مهمترین چیزی که از شما میخوان آیلس و تافل است البته به این معنی نیست که انگلیسی نمیخوان شما اگر تافل و آیلس ندارین مشکل نیست یعنی از شما یک انترویو میگیره در اون انترویو شما میتونین خود ثابت بکنین که یعنی شما اسپیکینگ کرده میتونین اگر شما زبان انگلیسی بلد نیستین یک چانس دیگه هم شما دارین که دانشگاه خودش به شما کورس کوتاه برگذار برگزار میکنه مثلا کسی که یک, یک مقدار زبان انگلیسی بلد است به سطح مثلا A2 یا B1 میخواه به سطح B2 بره کورس که در دانشگاه برگزار میشه سه ماه هم میتونه باشه شش ماه هم میتونه باشه یک ساله میتونه باشه البته یک ساله به کسایی است که اونا هیچ زبان انگلیسی را بلد نیستن طبیعی که برای کسایی که از افغانستان اپلای میکنن در قسمت ویزا باز یک کم مشکل برشون خلق میشه چرا اعتبار از اینکه ماموری که ویزا صادر میکنه به کسی که زبان انگلیسی بلد نیست بالا از اعتبارش کمی کمتر میباشه نسبت به ای که زبان انگلیسی بلد است حتی اگر شما زبان انگلیسی هم بلد نباشین زبان بخواین به زبان پولندی بخوانین به زبان پولندی هم به شما کورس دایر میشه یعنی همه ساله به این شکل وجود داره کورس هایی که به زبان انگلیسی برگزار میشه فیسش بیشتر از نسبت به کورس هایی که کورس میگم منظورم از رشته های تحصیلی است یعنی اگر شما اگر رشته تحصیلی را که به زبان انگلیسی بخونین نسبت به زبان نسبت به اینکه زبان پولندی تدریس شود قیمت تر است اما به زبان پولندی ارزان تر است در مورد فیس دانشگاه باید بگویم که فیس دانشگاه از یک دانشگاه به دیگر دانشگاه تغییر میکنه یعنی متفاوت است و همچنان از یک رشته تا رشته دیگه فرق میکنه در مجموع چیزی که ما ارزیابی کردیم علوم اجتماعی نسبت به علوم ساینسی فیسش بیشتر است و همچنان مقطع لیسانس نسبت به مقاطع دکترا و ماستری فیسش بالاتر است اما به صورت اوسط یا عمومی به شما گفتم میتونم که فیس دانشگاه ها از یک هزار تا چهار هزار یورو در سمستر تغییر میکنن ایره میتونین شما یک جواب پرداخت بکنین ایره میتونین شما به شکل قسطی یعنی در یک سمستر مثلا به سه قسط یا چهار قسط او بستگی به دانشگاه داره و حتی اگر دانشگاه ایتیک سیستم هم نداشته باشه شما میتونید با خود بخش مولی دانشگاهیتان ارتباط شوید اونا باز به شما میتونم که به چند قسط فیس شما را تقسیم بکنن مثلا بگوین که شما در سی قسط فیستان بپردازین در مورد هزینه های زندگی و شرایط زندگی در پولند قسمی که در آغازم گفتم که کشور پولند از نظر اقتصادی و رشد اقتصادی نسبت به کشورهای دیگه اروپایی زیاد رشد نکرده و همچنان به دلیل ازی که عضویت یوروزون نداره هزینه های زندگی به مراتب از کشورهای دیگه مثل جرمنی، انگلیس، اتریش، ایتالیا و مراتب ای کشور هزینه های زندگیش بسیار پایین است. اگر شما در خوابگاه زندگی بکنین بین 150 تا 250 یورو در ما فیس شما میشه. اما اگر شما سه چهار نفر باشین خیلی اقتصادی میشه که شما ما برین یک خانه را کرایه بکنین چهار نفر یا پنج نفر فیس از او یا م... کرایه از او برق از او گاز از او اینترنتش همه چیزش تقسیم بر چند نفر میشه در او صورت از خوابگاه هم کرده به مراتب اقتصادی تر هم میه و خیلی خوب هم میشه بحث بسیار مهم در مورد ویزا است اکثریت دوستای ما یک یک تشویش دارن یا یک یک ذهنیت برشان خلق است که کسانی که از افغانستان هستند و با پاسپورت افغانستان نمیتونن ویزه بگیرن عزیزانم چون این شرط چون این ماده در هیچ قانون دنیا و در هیچ قانون کشور وجود نداره که ما بر فلان کشور ویزا میدیم و بر فلان کشور ویزا نمیدیم همین کره شمالی که تحت تحریم های بسیار شدید دنیا قرار داره همینجا هم اگر از کشورم، کشور یک کشور مثل امریکا بخواین اپلای بکنن شرایط داره شرایط شما بتونین باید پوره بکنین اگر شرایط تکمیل کرده تونستین بر شما ویزه صادر میشه یعنی شما طبیعی که با نسبت به کش... کسی که شهروند امریکایی است میخواد با آ... پولند سفر بکنه اونا به ویزه استیکری نیاز ندارن حتی کشورهایی هستند که بدون ویزه فقط ورودی و خروجی میگنن نی... میکنن دیگه با حتی ویزه الکترونیکی هم نیاز ندارن اونا شرایطشون فرق میکنه اما ما مردم افغانستان چون شرایط کشور ما شرایط سیاسی اقتصادی فرق میکنه ما باید به مامور ویزا یا ویزا آفیسر اسناد و مدارک را باید فراهم بکنیم و قسم خود را بیان باید برشان بکنیم که ماموری که کیس ما را یا اپلیکیشن ما را بررسی میکنه قناعت پیدا بکنه که فرد اکس یا وای در صورت که به میره ویزا بدم به کشور ما دوباره برگشت میکنه بعد از ختم تحصیلش ای که بعد از تحصیل شما اونجا کار پیدا میکنین زندگی میکنین این بحثش جداست شما امو لحظه ای که به مامور یا آف... آف... آفیسر ویزا اسناد خود تسلیم میکنین و او بررسیش میکنه اون مول باید مد نظر بگیرین شما باید تمکن مالی خود را یا امو مقدار پولی که شما در حساب بانکی دان دارین او مقدار باید برشان ثابت بسازین که مقدار پولی است که در صورت شما به کشور برین یعنی تا یک سال شما مصرف خود خودتان میتونین از اودیش براین و خاطر از اینکه بعد از یک سال هر کسی که باشه در کشور اروپایی اینا چون ویزیشن دی تایپ از دی تایپ ویزا ویزی است که شما با عموم میتونین که کار بکنین در یک اداره یا در یک شرکت این یک از خوبی های ویزی تحصیلی کشور پولند است مشکل چیزی که میفهمم دوستان دارن ای است که ما چطور تمکن مالی خود را بر آفیسر که ویزه بر ما میده ثابت بسازیم که ما از نظر مالی یعنی یک سال مصرف داریم دوستان عزیز اگر شما بتانین در حساب بانکی خود از 13,000 هزار دلار بالا نشان بدین شما شانس گرفتن ویزیتان خیلی بالاست البته در کنار این شما اسناد و مزارک دیگری هم نیاز دارین که بگذارین تا به عنوان سپورتنگ داکومنت تا مامور ویزا قناعت حاصل کنه که واقعا شما میرین دوباره برگشت نکنین و ای از کیس با کیس یا از فرد به فرد فرد تغییر میکنه اما در مجموع فیس اما پولی که نیاز است 13000 دلار و بالا آل خوبی کشور دیگه چیست که اگر شما در یک کشور دیگه مثل آلمان یا فرانسه یا یک کشور دیگه اپلای بکنین گردش مالی شما رو میبینه اما پولند گردش مالی شما را کار نداره مقدار پولی که در حسابتان فعلا ثابت وجود داره امیره میبینه حالا اگر شما چهار نفر پنج نفر باشین میتونین سه هزار یک نفر پنج هزار دیگه نفر چهار هزار دیگه نفر جمع کنین در حساب یکی او را بگذارین یک روز بعد در حساب دیگه یک روز بعد در حساب دیگه یعنی به این شکل شما میتونین که مامور ویزا را حاصل بکنین چون پولند یکانه کشوری است که زیاد توجه میکنه که شما چقدر پول دارین چون از نظر اقتصادی همی کشور ضعیف از نسبت به دیگه کشورها پول هر قدر شما بیشتر نشان دادین به همون اندازه مامور ویزا که بر شما ویزا صادر میکنه قناعت حاصل میکنه یعنی شانس گرفتن ویزا شما بیشتر میشه سوال دیگه ای است که اگر شما متحل هستین چون یک تعداد دوستا متحل هستن خصوصا بعد مقطع ماستری یا دکترا که میکنن اینا اولادم دارن نمیشه که اینا برن تحصیل بکنن و از خانواده خود دور باشن آیا امکان ای وجود داره که شما بتانین ویزه همراه به دست بیارین؟ بله دوستا خوشبختانه که شما اگر در هر کشور اروپایی اپلای بکنین یک ویزه به نام ویزه همراه وجود داره اما از هر کشور فرق میکنه شرایطش به پولند شما اول باید خودتان به با پولند ام بیاین بعد از شش ماه شما وکیل بگیرین و در این شش ماه طبیعی که شما مطمئن هستیم که کار پیدا کرده میتونین و یا اگر کارم هم ندارین شما امکانات مالی خوب دارین از طریق وکیلتان میتونین ویزی در همراه با خانم خود و فرزندای خود ویزه درخواست بکنین خوبی است که اگر شما فرزندای خود بیارین زیر سن 18 سال باشه و اگر شاگرد مکتب باشه اینا به صورت رایگان وارد سیستم تعلیمی یا کشور پولند میتونن شوند یعنی شما تنها به دانشگاه فیس به خود میپردازین در مقابل فرزنده و شما که تحصیل میکنن هیچ گونه هزینه شما پرداخت نمیکنین در رابطه به کار بگویم دوستا تشویشی را دارن اگر ما با مصرف شخصی خود به کشور پولند بریم چطور میتونیم مال ما هزینه های زندگی خوده بپردازیم از از چی گونه برایم عزیزا شما در صورتی که ویزه تحصیلی را به دست بیارین شما حق کار به صورت قانونی در کشور پولند دارین و خوبی کشور چی است که برخلاف کشورهای دیگه برای شما در ویزه تحصیلی که کشورهای دیگه 20 ساعت حق کار دارن در کشور پولند چنین نیست پولند به شما 40 ساعت حق کار میده یعنی شما فول تایم کار کرده اگر شما یک آدم ماهر یا تحصیل در بخش فایننس دارین انجینیر هستین یا بخش های دیگه ای که شما کار پیدا کرده بتونین یعنی مهارت های خوب دیگه دارین تجربه دارین در با شرکت های بزرگ که در افغانستان قبلا بودن اگر شما در این بخش ها بتونین کار پیدا کرده خیلی خوب مزد میتونین گرفته از اودیز از نهای زندگی میتونین برامده اما بدترین حالت شما فکر کنین که در صورتی که شما مثلا نمیتونین در شرکت های بزرگ کار پیدا کرده آیا در این صورت هم امکان کار کردن وجود داره؟ بله دوستا طبیعی که زندگی دانشجویی مثل یک زندگی لاکجری نیست ما مثلا خودم در زمانی که در افغانستان بودم در خوابگاهی که ما بودیم در یک اتاق شاید 4 در 5 و 4 در سه ده نفر زندگی میکردیم یعنی یک زندگی بود زندگی دانشجویی طبیعی که او قسم در یک کشور اروپایی نیست زندگی شرایط هم بهتر است اما شما بدترین حالت اگر فکر کنین باید مثل یک اروپایی زندگی کنین به معنی که کسانی که در اروپا زندگی میکنن از بیرون در افغانستان اینطور یک سهنیت است که والا دیگه هر طرف پول آویزان است و کار است و فقط لذت بردن از زندگی است چون این نیست کسانی که درس میخوانن یعنی 24 ساعتشان تقسیم از مطابق و تقسیم خود پیش میرن شما در مگنولت میتونین کار کرده در برگرکن کار کرده میتونین یک سیستم دیگه وجود داره رستوران تا غذا را در صورت که شما آردر میده مثلا اکس آردر میده فرد دیگه وجود داره که غذای از چی میکنه به مشتری انتقال میده که ما وقتی که پرسان کردم کسایی که در اینجا کار میکنن دانشجویان که در پولند هستن روزانه 100 تا 20 زباتی میتونن پیدا بکنن البته این پول هم بستگی به داره که در کدام شهر هستین اگر شما در وارسا باشین پول بیشتر میتونین به دست اگر در کوچک باشین در اون صورت پول کمتر میتونین به دست بیارین بحث دیگه ای است که آیا با کار که شما انجام بدین میتونین که از عهده هزینه ها بیرون شوین هم فیس دانشگاه رو بپردازین هم مصارف خود بکنین و حتی اگر امکان داره که به خانواده که در افغانستان هستن برای اونها کمک کنین دوستان عزیز متاسفانه چون این چیزی وجود نداره در صورتی که شما اگر مثلا در برگرکنگ کار کنین یا مکدونالد کار بکنین یا مثلا دلیوری کار بکنین به این شکل نیست که شما هم بتونین خانواده خود را کمک بکنین هم هزینه های زندگی خود پوره کرده بتونین شما میتونین که با یک کاری که در مکدونالد بکنین یا در برگرکنگ بکنین یا دلیوری بکنین مصرف زندگی خود را کرای خانه را گاز را، برق این چیزها را میتونین شما بپردازین و هم از اینای زندگی یعنی شخصی خوده اگر فیس دانشگاه را داشته باشین خب چی بهتر شما به هیچ مشکل موجود نمیشین اما اگر شما فیس دانشگاه را نداشته باشین یعنی پول قرض گرفتین به یک شکل نشان دادین در حساب بانکیتون که پول از شماست اما شما زمانه که در کشور پولند میین در اینجا مجبور هستین شما فیس دانشگاه را بپردازین و این دان... فیس دانشگاه هم شما باید در آغاز هر سمستر بپردازین البته قبلا گفتم که شما میتونید با چند تکسید یا قسط شما رو پرداخت بکنید امکان داره که شما تنها از بخش از اینای زندگی مثل خورد و خوراک اینا بیرون شوین فیس دانشگاه با شما که یعنی زورگی میکنه مشکل از پرداختش اما اگر زیاد کار بکنین زحمت بکشین طبیعی شرایط با شرایط خود یعنی وفق بدین و خدا ماده بسازین مجبور هستین کار میکنین تحصیل میکنین میتونید که فیس دانشگاه را پیدا بکنیم اگر شما در یک بخش یا پست خوب کار پیدا کرده بتونید در این صورت شما هیچ مشکل ندارین هم هزینه زندگی را میتونید پرداخت کرده هم فیس دانشگاه هیچ گونه مشکل ندارین و در کنار از اگر شما نتونین در این صورت اگر متعل باشین خوبی دیگه ای است که زمانی که ویزی همراه خانمت شما دریافت میکنه یا شوهر شما اونا هم حق کار کردن داره یعنی حق فول تایمه. که چل ساعت در هفته باشه در صورت شما اگر نصف وقت هم بیس ساعت هم در هفته کار بکنین چل ساعت هم طرف مقابل کار بکنه هم از ودی هزینه های زندگی خود بیرون میشین هم میتونین خانواده خود کمک بکنین که در افغانستان باشه و طبیعی که فرزندایتون در قسمت تحصیل، تحصیلاتشان رایگان را است و خوبی دیگه است که شما زمانی که آیدی کارت استودنت میگیرین به شما در اکثریت مارکت ها و در اکثر جا ها تخفیف های ویژه ها وجود داره حتی در رستوران ها به خصوص به شما گفته میتونم که ترانسپورت شهری به شما 50 درصد تخفیف میده سوال دیگه ای است که بعد از ختم تحصیل چطور میشه آیا بعد از ختم تحصیل شما میتونید برای ای کشور باشین یا که تحصیل تمام شد مثل کشور ترکیه فعلا که است به هیچ صورت شما را ویزیتون تمدید نمیکنم میگه باید شما برین به کشورتون برگردین دوستان عزیز کشورهای اروپایی خوشبختانه چون این یک قانون ندارن بعد از ختم تحصیل شما میتونین که یک سال تا دو سال اقامت بگیرین این به خاطر است که اگر شما ادامه تحصیل بدین بعض امتحانات نیاز میشه باشه به با او آمادگی بگیرین و یا بعضی کسایی هستن که در جستجوی کار هستن در مرشته ای که خواندین میتونن کار پیدا بکنن بعد ویزی نرمال یا ویزی تحصیلی شما به کاری تبدیل میشه امکان داره و حتی شما نه که در کشور پولند میتونین با کار اپلای بکنین با کشورهای مثل جرمنی، فرانسه، انگلیس یا هر کشور دیگه که باشه یعنی پولند به شما میتونه یک سکوی پرش به هدف بزرگتر باشه که به با آلمان باشه، انگلیس باشه، چی به با کاری به چی تحصیلی باشه این یکی از امتیازات و خوبی های دیگه کشور پولند است رسیدیم به بخش آخر در اینجا میخوایم به شما بگویم که ای کارا را که ما به شما گفتم کسایی که تجربه نداشته باشند و بار اولشان باشه که اپلای بکنن به دانشگاه و به ویزا شانس گرفتن ویزایشون خیلی کمتر است و شانس گرفتن قبولیشان کمتر است چرا شما تجربه نداشته باشین اپلای کردن به دانشگاه هر دانشگاهی که شما اپلای بکنین هر دانشگاه را میگم براتون بین 20 یورو تا 300 یورو فیس از است. یعنی فیس ارزیابی پرونده شما یا اسناد مدارک شما اگر ویزه بدن نتن اگر قبولی بدن ندن پول شما را اونها میگیرن. این نن رفنده بر پول است یعنی و اگر به شما قبولی هم بگیرین برین به ویزه در ویزه شاید رد شوین چون تعداد دوستای ما هستن که تنها شرایط دارن که قبولی میتونن بگیرن اما به ویزه نمیتونن اپلای کردن یا اگر اپلای کنن رد میشه چرا کسایی مثلا که گپ جوکیشن دارن گپ جوکیشن چیست کسانی که از آخرین مقطع تحصیلی فارغ شدین مثلا دو سال چهار سال پنج سال زمانی که اپلای میکنن خب این یک خالیگاه تحصیلی اکادمیکی وجود داره شما رو باید بزنین ثابت کرده برای مامور کسی که ویزه میده شما را که چرا چهار سال شما به تحصیل توجه نکردین که آل شوق تحصیل بر شما آمده که اینجا اسناد مدارک نیاز است دلایل نیاز است که ای ایره تیم تکنیکی ما با شما همکاری میکنن که خالیگاه را پر بسازند مثل از دیگه موضوعات است یعنی میگم شما که ما با شما همکاری میکنیم اسناد شما را میبینیم پیش از اینکه یعنی به صورت رایگان ارزیابی میکنیم که شما چند درصد شانس گرفتن ویزیتون است چند درصد شانس گرفتن پذیرش از دانشگاه است بعد نقاط قوت نقاط ضعف نقاط قوت شما رو چی میتونیم با نقاط نقاط ضعف شما رو چطور میتونیم به نقاط ز... قوت تبدیل بکنیم کدام مدارک ضرورت است کدام اسناد ضرورت است همه چیزها رو ما با شما آماده میکنیم بعد شما میتونیم که به دانشگاه ما خود ما با شما اپلای میکنیم اگر خودتون خواستین خودتون اگر میگین ما خود ما با شما اپلای میکنیم قبولی میگیریم بعد به مرحله ویزا که اسناد مدارک لازم که است اینم با شما آماده میکنیم اینترویو با شما به شکل عملی نشان بدیم که از شما کدام سوالات پرسیده می شود و چیگونه شما سوالاتشان پاسخ بدین حتی اگر شما پکیج گلدن ما را انتخاب بکنین ما به شما اگر شما هیچ کار پیدا کردن نتانین یعنی نمیفهمین شما در کشور من که بلد نیستین در قسمت کاریابی ما شما را کاری میکنیم سایت های کاری که است او را به شما معرفی میکنیم جایی که شما میتونین کار بکنین شروع بکنین و در قسمت، اگر دیگه ای که در مورد تجارت آنلاین آنلاین بزنس در آمازون و ای بی که یک بزنس بسیار خوب است شما میتونین که آهسته آهسته ایره به میلیون دلاری برسانین در صورت که علاقه باشین و کار کنین و شما با چهار ساعت که در آمازون یا ای بی کار بکنین از خانه خود از کتابخانه از صنف درسی میتونین که میلیون دلار کسب درآمد کنین ببینین که ما چقدر این سیستم ساده ساختیم هم به شما طریقه ثبت نام راحت ساختیم اسناد مدارکتون میبینیم یعنی یا همیشه به صورت رایگان میشه در آخر ما طبیعی که بخش آنلاین تجارت که است اینا را ما به صورت رایگان به کسی چی در صورت که فیس شما بپردازین مقدار پولی که است او را میتونین با همکارم در ارتباط شوین با اونا به شما میگن که چقدر مصرف از میشه این می ای کار را ما با شما همکاری میکنیم اگر علاقه بودین تیم ما در خدمت است ایمیل آدرس رسمی خود من بعد در زیر دسک... ویدیو یا در قسمت دسکریپشن میگذارم شما میتونین که ایمیل بکنین دیتیلش که مثل اسمتان آدرستان شماره تلفنتان ایمیل آدرس این چیزا نیاز است و اسناد مدارک مثل دبلوم، ترانسکریپت و دیگه داکیومنت های که داشته باشین اونا رو میفرستین مطابق با اون تیم بررسی میکنه بعد به شما ریزالت شه به صورت رایگان پیشنهاد میکنه بعد اگر قبول کردین باز ما آه... کار شما را آغاز میکنیم در مقابلش از ما فیس میگیریم در آخر دوست های عزیز اگر کانال کسی سبسکرایب نکرده و ما بینیم که 80 فیصد کسایی که ویدیو را میبینند سبسکرایب نیستن اما 20 درصد کسایی هستن که سبسکرایب هستند طبیعی که با ما گراف از خود یوتیوب میتونم ببینم و میفهمم اگر ویدیو واقعا مفید است و یعنی محتوایی که من تولید میکنم در بخش تحصیلات در بخش تجارت آنلاین مفید است پس ویدیو را لایک بکنین با دوستایتان شریک بسازین سوالات داشته باشین در قسمت کومنت بنویسین حتی اگر سوال ندارین یک میتونین لایک بگذارین یا از کدام کشور ویدیو را تماشا میکنین بگذارین این مرا انگیزه میده که تا ما ویدیوهای بهتر و بهترتر به شما تولید بکنم تا برنامه بعدی بدرود